خب بینندگان عزیز، اجازه بدید که چند خبر رو به اطلاعاتون برسونم که جوانان شورشگر امروز در تهران و سایر شهرها نمادهای دیکتاتوری رو به آتش کشیدند، از جمله در شهرهای شاندیز در طرقبه مشهد، تهران که گفتم، دزفول، سادات، شهر رامسر، ایزه، فیروزآباد فارس، یاسوج و رودسر. اگر از این خبرها تصاویری هم داشتیم در ادامه برنامه حتما اونها رو خواهیم دید. خب اما اون چیزی که این روزها خیلی درباره صحبت میشه، موضوع اعدام قیام آفرینانی که رژیم این روزها اون رو آغاز کرده. در فاصله بین 17 تا 23 آذر ماه ما شاهد اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنمایی. این اقدام سبانه رژیم، البته ما شاهد موجی از اعتراضات حتی از طرف جامعه جهانی بودیم. برای بررسی این موضوع همراه هستیم به این قسمت از برنامه با آقای دکتر شاهین توتونچی، استاد و کارشناس ارشد فناوری ارتباطات از آمریکا. سلام می‌کنیم به شما آقای توتونچی و خیلی خوشحالیم که شما رو در این قسمت از برنامه همراه خودمون داریم. من هم به شما سلام می‌کنم و با درود به خون پاک دو شهید قیام، محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، که فی الواقع با خون پاکشون راه این قیام رو باز میکنم. این واقعا یک ما مدیون هستیم، همه ما مدیون هستیم. بله آقای تونجی، درود به همه این شهدا. اما اون چیزی که این روزها خیلی مرتوجه هست اینه که این اقدامات رژیم این بار با اعتراضات گسترده حتی از طرف جامعه جهانی مواجه شده. سوالی که میشه مطرح کرد این هستش که مگه قبل از این دو اعدام در طی 40 سال گذشته ما کم دیدیم اعدام در درون این رژیم، چه شده که الان این واکنش ها این بار اینقدر بیشتر بوده نظر شما؟ بله، همونطور که اتفاقا در همین کلیپی که همین قبل از این برنامه شما گذاشتین، آنچه که در کف خیابان‌ها داره مسلم میشه که این هستش که خامنه‌ای نتونسته از این اعدام‌ها نتیجه‌ای بگیره، به این معنی که ترسی در مردم نیست، مردم خشمگین تر شدن، به جای اینکه بترسن خشمگین شدن. و در ضمن در داخل خود رژیم هم ریزش ها هنوز ادامه داره و مخالفت ها هستش. یعنی این دو تا هدفی بودش که این خامنه ای میخواستش با این دو اعدام واقعا جنایت بار انجام بده و به اهدافش هم نرسیده. خب این از چشم جامعه جهانی هم به اصطلاح اونها متوجه شدند که برخلاف اعدام‌های گذشته، برخلاف تمامی سرکوب‌های گذشته، این بار فایده نداره، نمی‌کشه، جلو نمی‌بره. اون چیزی که رژیم می‌خواد رو به وجود نمیاره. یعنی یک مختصات جدیدی هستش. و این که به این سرعت و به این وسعت شما اثرات جامعه جهانی داریم میبینیم، فی الواقع نشانه همینه، نشانه همین واقعیتی که این تحلیل فقط از طرف به اصطلاح هواداران مقاومت نیستش. تو این صحبت‌ها شما توی روزنامه‌های اینجا هم حتی داریم میبینیم، روزنامه‌های خارج کشور هم همین تحلیل رو داریم میبینیم که رژیم فی الواقع ماشین سرکوبش به گل نشسته و حتی اعدام که دیگه بالاترین نقطه اش هستش هم کار نمیکنه، فقط باعث خشمگین تر شدن مردم میشه. و آنچه که مهم هستش اینه که این دو اعدام یه بحث رو در کف خیابون ها تا یه میزان زیادی تمام کرد که این رژیم رفته که بکشه، یعنی اگر میخواد بکشه. برای همینه که با قول معروف آتش جواب آتش، راه دیگری با این رژیم نمونده، یعنی راه صحبت دیگه به میزان زیادی تموم شده. آنچه که الان هستش انجام این کاره و وسعت دادن به این برنامه است که ما هر روز خبراشو میشنویم. خب این در داخل ایران، در داخل کف خیابان هاست این رادیکالیسم داره میاد و این رادیکالیسم به قدری زیاد هستش که داره میبره با خودش اینو. خب
این حالا داره در خارج کشور هم با نتایج خواهد داشت. اینها متوجه میشن، اینها متوجه این رادیکالیسم میشن، با این دبابا که کمی به قول معروف خارج کشوری که به اختلاف فاز داره، هنوز شاخص این رادیکالیسم توی کف خیابونا چیه؟ همین تمامی اخباری که شما داریم میگین که نورانی کردن و آتش افروختن به مظاهر این رژیم و یا حتی بیشتر که بعداً انشالله نتایج اون رو خواهیم دید. شاخصش در خارج کشور چی هستش؟ شاخصش در خارج کشور این هستش که سپاه پاسداران توی لیست تروریستی بذارن، شاخصش این هستش که سفارت ها رو ببنن. رسیدن به این دوتا موضوع برای اینکه فردایی که سفارت ها رو ببندن، خب این سوال پیش میاد، خب در این دوران موقت که به حال رژیم رو عملا از رسمیت میگم ما تو رو به رسمیت نمیشناسیم، تو نماینده معلوم اینا نیستی، خب حالا به طور موقت کی باید باشه؟ این سوال بلافاصله بعد از اینکه روزی که شما این سفارت ها رو ببندید، روز بعدش فردای اون روز این سوال پیش میاد. اوکی؟ وقتی که شما برمیگردی میگی سپاه پاسداران تروریستیه، یعنی چی؟ یعنی در همردیف القاعده و اینجور داعش و این آتشخاله های اینجوری هستن که با همین چیزای اینا که بدتر هم هستن البته. خب وقتی شما اینو میگی اینا میگن تروریست رو، با تروریست که تو حرف نمیزنی، تروریست رو میزنی پدرش رو در میاری، از بینش میبری. خب اینا یعنی منظورم که این دوتا موضوعی که الان ازش تبعاتی داره، تبعاتش رو ما میبینیم و در خارج کشور هم وقتی که به این مسائل، به این مراحل میرسیم، یعنی چی؟ یعنی که اونایی که برمیگردن خشونت پرهیزی میخوان بگن، در کف خیابان ها توی ایران این مسئله خشونت پرهیزی و نمیدونم سکوت و از اینجور حرف ها عملا داره رنگ میبازه، برای که مردم میبینن دارن اعدام دارن میکنن. خب این وقتی که میاد توی خارج کشور، همین تضادی که الان دارم میگن، همین تناقضی که دارم میگن، یک جور خودشو بروز میده. میگم شاخصش هم همینه، شاخصش هم اینه که بیای و سپاه پاسداران رو بذاری تو لیست به طور جمعی، بیای و سفارت ها رو به طور کامل ببندی و بیای و آن چیزی که لازمه بعدش انجام بدیم. خب چی قراره اینجا مردم رو نمایندگی بکنه؟ خب تا حالا ببینیم چه روشی برای سرنگونی این رژیم داره جلو میره. اگه خشونت پرهیزی داره جلو میره، خب اون یه سری گروه خودشو داره. اگر راه دیگه داره جلو میره، خب اونم یک برنامه دیگری داره. به هر حال یعنی این وسط باید مشخص بشه کدوم روش داره کار میکنه دیگه. وقتی که یه روشی کار کنه و اینا اذعان بکنن که یه روشی داره کار میکنه، خب نتایج خاص خودشو داره. یعنی منظورم این هستش که داریم میبینیم که ما این اعدام هایی که الان اتفاق شده در داخل ایران تبعاتی داشته که این بحث ها رو کم کرده که بالاخره باید با این رژیم چجوری میشه با این رژیم رفتار کرد، با راه به مایی سکوت میشه انجامش داد یا نه، که حرف قریب به اتفاق مردم میشه نه بابا نمیشه با این رژیم چیز کرد، شاید تمامی. خب همین موضوع و همین بحث الان داره در خارج کشور صورت میگیره و با همین تبعات، با همین حرفا، فقط الان با در این داره تکوین پیدا میکنه، هنوز به نتیجه نرسیده، در حال نتیجه گیری. بله. آیا ما الان تو این نقطه میتونیم از تغییر رویکرد جامعه جهانی صحبت بکنیم یا به قول شما فقط هنوز در حد محکومیت هاست و به یک تغییر رویکرد جدی منجر نشده به نظر شما؟ به قول معروف ناگهانی که صورت نمیگیره، ولی نتایجش رو داریم میبینیم. مثلا یه سناتور اینجا، یک برنامه اینجا، یک برنامه اونجا، از این بر از اون بر، مثل آبی که داره میجوشه که اول شروع میکنه ذره ذره حباب میکنه دور و برش، بعد شروع میکنه قلقل کردن. حالا ما داریم حباباشو میبینیم، ولی خب بالاخره به قلقل کردن هم میرسه و راهی نیست با قول معروف. بله.
خیلی ممنون از شما آقای توتونچی. اگر که صحبتی باقی مونده بفرمایید در رابطه با این موضوع، چون موضوع جالبی روش انگشت گذاشتید که گفتید که دو تا اقدام جدی هستش که هر کدوم پیامدهای خودشو داره. یکی تو لیست گذاشتن سپاه یه معنی داره، یعنی میشه با سپاه یه جوری دیگه برخورد کرد، و از اون طرف هم بستن سفارت هم یه معنی دیگه داره که پس یعنی آلترناتیوش که کیو بذاریم جاش. اینا نکات در واقع چشم‌اندازهای آینده است که داریم به سمتش پیش میریم. اگر که نکته دیگه باقی مونده بفرمایید. من واقعا فکر میکنم وقتی که بحث به این مرحله برسه که ما به شکل عیان، همونطور که ما الان داریم در این مورد به شکل عیان صحبت میکنیم، در خارج کشور هم به شکل عیان بشه صحبت کرد، موضوعات تا میزان زیادی حل میشه. یعنی فقط همین بحثی که الان ما داریم با هم دیگه میکنیم، اگر این بحث روی میز بیاد و در توسط سیاستمدارها صحبت بشه که آقا نمیشه این رژیم رو شکل دیگری انداخت، یا این بالاخره این رژیم رو چجوری سرنگون کنیم، یک عده‌ای هستن برمیگردن چشمشون به خارج کشوره. کسی که خارج کشوری هم چیکار میخوام بکنم؟ میخوام مثل عراق و افغانستان بیان نیرو پیاده کنن، که اون که دیگه برای غرب و حالا بغیر از درستی و غلطیش که جای خودش دارد، که ما به عنوان ایرانیان میهن‌پرست هیچ وقت نمیخوایم، اصلا امکان پذیرم نیست. اینا یک باری کار کردن برای هفت جد آبادشون کافیه، اصلا خبری نیست. خب یه گده اصلا که چشمشون بمونه، یه گده اصلا که دارن با مردم خودشون، با خون محسن شکاری و مجید رضا هستش که دارن اینو دارن جلو میبرن. خب اینا دو تا رویگرد مختلف هست. یکی هستش که داره میگه که وقتی که اینا میزنن باید بزنی، اون یکی دیگه حرفای بیهوده، حرفایی که اصلا معنی نمیده. برمیگردم در مورد خشونت پرهیزی و غیره و غیره و غیره که اصلا چیزی نداره، اصلا امکانی نداره. خب اینا وقتی که این موضوع حرف زدن ها به همین شکلی که ما به صراحت داریم الان داریم صحبت میکنیم، وقتی که به میز بین المللی هم برسه، خب دیگه اون موقع مشخص میشه. بله. مشکل اینجاست که ما برسونیم به مرحله ای که ما با همین صراحتی که الان داریم در این مورد الان من دارم با شما صحبت میکنم، با آمریکایی هم همینجوری صحبت کنیم، با اروپایی هم همینجوری صحبت کنیم، بگیم خب بالاخره بفهمایید، بگیم ما گوش و ما تمام گوشیم، شما راه حل دیگری هم داریم که ما تصور نکردیم، ما نگاه میکنیم، ولی خب ما میدونیم که چی هستش و رسیدن به اون مرحله. بله. البته به میزان زیادی بستگی به کار خود هواداران مقاومت دارن. این رو فریاد کردن اینقدر باید بگیم که دیگه گوش اینا دیگه حوصله‌شو سر بره، بگه خیلی خوب فهمیدی بابا، فهمیدی. بله. البته همراه با اون گفتن شما که حتما لازم هست، در کف خیابون هم خودشون نشون میده راه حل صحیح، که کدوم راه حل به جواب میرسه، و اینم هر چی جلوتر میریم بیشتر عیان میشه به قول شما، که راه حل های دیگه جواب نمیده در برابرش. نشون میدیم البته. بله. کلیپاش نشون میدیم، خودمون که فقط با حرف من و اون که نیستش، بیاد هم کلیپاش. بله. ببین چه جوری شد وحشت زدگی بسیجی ها و لباس شخصی ها رو بهشون نشون میدیم، کتک خوردن هاشون رو میبینن، همه و همه که مشخص شد و میبینن آقا جریان چیه. بله. بله. سپاسگزاریم از شما آقای توتونچی از حضورتون در این گفتگو. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما.